بخیر بیننده های بسیار خوب تلویزیون آرزو، بازم به یک آخر هفته دیگر رسیدیم و من خالد بارکزی میزبان شما در این برنامه هستم و تشکر از اینکه بیننده هستین و حضور دارین و همیشه این برنامه را تعقیب کردین. بازم تمنای حضور شما را دارم بیننده برنامه باشین از طریق ستلایت، کسایی که در بیرون هستن و همچنان کسایی که به صفحات اجتماعی از قبیل فیسبوک و همچنان یوتیوب دسترسی دارن این برنامه را تعقیب بکنین. در برنامه امروزی شاید پرسان بکنین که مهمان کی است. یک مهمان بسیار خوب را داریم، کسی که زمانی که معین شده و همچنان در ریاست شاروالی رسیده کسی ازش مشورام نکده و کسی خبرش هم نکده و ازش کس پرسان هم نکده که میخوای معین شوی یا نمیخوای. شاید جواب را گرفته باشین. آقای آیات الله مهاجر فرایی، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ را در این برنامه با خود دارم و تشکر از اینکه بیننده هستین. من تمنا میکنم تا آخر بیننده این برنامه باشین و همچنان فراموشم نشه که ما در ترکیش فامیلی رستوران مجید مال شهر نو منزل چهارم و در قسمت گلخانه هستیم. تمنای حضور شما را در اینجا داریم و ادامه برنامه را با ما و آقای فراهی فراموش نکنیم. بسیار خوش آمدین. You're most welcome, sir. Welcome to you. سلامت باشین. بسیار خوشحال هستم شما را داریم. شاید دوستا بگن که چرا سلام علیکی با انگلیسی شد یا خوش آمدی مهمان ما با انگلیسی. ناگفتن همونه که آقای مهاجر فرایی بسیار خوب انگلیسی را میاد دارن. خوب میفهمونه که انشالله در لابلای برنامه و تا ساعتی که ما هستیم یکان پیامک ها و یکان گپک های بسیار خوب هم از شما میداشته باشیم. البته با کسایی که در بیرون از افغانستان هستن یکان پیام انگلیسی داشته باشن، بفهمن که اماراتی ها و مجاهدین انگلیسی را هم خوب دوست دارن. بسیار خوش آمدین آقای فرایی. بسیار خوش هستم که شما را با خود دارم در برنامه. منن خیر ویسی. سلامت باشی. شما در یک جای گفته بودین که بدون از اینکه کسی که شما مشوره کنه یا اینکه کسی بر شما خبرتان بکنه، برتان از طریق تلفن زنگ پیام آمد که بیاین معین شدین. اون لحظه که برتان زنگ آمد چی احساس کردین و پیش خود چی گفتین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نو د اسلامي امارت ټولې ټاکنې په همدې توګه باندې ډېری وخت ملګري چې کوم ځای کې وظیفه لري بیا د هغوی بدلول د اسلامي امارت د مشرتابه خوا څه کېږي، نو یعنې د ده سره مشوره نه کېږي. زه هم په همدې ډول باندې کله چې د هرات ښاروال وم بیا مې همداسې یو څه واورېدل او واقعا کله چې زه خبر شولم ما ته وویل شوه چې زه معین شوی یم. یعنې ما د یو دروند مسؤلیت احساس وکاوه او تر ډېره پورې خواشینی شوم، خو بیا څرنګه چې د مشرتابه امر و اطاعت یو مهم اصل دی، نو بیا مې د هغه څه چې د مشرانو فیصله ده نو بیا موږ ومنله و قبول مو کړه. شما به قصر هم فرایس حتی زمانی که شاروال هرات هم شده بودین گفته بودین که خبر نداشتین، بی خبر بدون از اینکه شما مشوره کنن شما را شاروال ساختن. یک روز شما خواب میدیدین، در خوابتان هم میامد که یک روز آقای فرایی که در میدان جنگ بودن، در میدان جهاد بودن، یک روز برسه که بیایم معین شون، شاروال شون و به یک منصب بسیار کلان برسن. در خوابتان هم میامد یک روز؟ نه، زموږ مبارزه او جهاد منصب ته د رسیدلو دپاره نه و. هغه یوه دیني او ملي وجیبه او فریضه وه. ټولو ملګرو په دې نیت باندې د هیواد د ازادۍ دپاره مبارزه کول او دا زموږ یقین و او باور و چې یوه ورځ نه یوه ورځ به اشغالګر له هیواده څه ووځي، خدا چې زموږ په ژوند کې به داسې یو شی وینو دا یعنې په دې باندې موږ نه پوهېدلو. ناگفته نمونه که با وجود از اینکه آقای فرایی مریض هم بودن، فکر کنم که دندانتان کشیده بودین یا درد میکرد، دعوت ما را پذیرفته نمودن. فرایی صاحب همین قصه که بی خبر که شما را معین ساختن شاروال ساختن مرا یاد یک چیز آورد. دمو حکومت پیشین یک چیز یادم میاد فرایی صاحب که یکی از مقامات گفت گفت من دمی سر زمین های خود بودم کار میکردم، مصروف بودم که به من زنگ آمد که بیا وزیر شدی، دیگه گفت به من زنگ آمد که بیا والی شد.
اما قصه سابق شده که بدون از اینکه تخصص ببینن، دانش ببینن یا استعداد زنگ میزنن که بیاین ولی شدین وزیر شدین، اما داستان در یاد ما آمد. نه تخصص با مشوری بندی نمعلومی جی چه در یو چه سر با مشوره کیجی سر پا پشتنی که با دادت سر در تخصص معلومات کیجی تیر شل کلونه در یو دیر اجده مدده دا کوم مسؤولین و مشران ملګری چې په دا مبارزه کې شکیل و حتما د ټولو بیوګرافي و سوانح و هغه بیکګراوند مشرتابه ته و مشرانو ته معلوم وي، یعنی داسې نوي نه دي راغلي دا خلک. که تاسو وګورئ زموږ ډیری وزیران او مسؤولین د اسلامي امارت د تیرې دورې مسؤولین دي، یعنی دوی شل و پنځه ویشت کاله عملا تجربه لري. نو داسې نه دی چې یو سړی په کور باندې ناست و هېڅ په دې موضوعاتو کې شکیل نه و بیا هغه راغوښتل کېږي. آقای فرای، اگر از بکګراوند خودتان بخوایم بفهمیم صحبت بکنین، بکګراوند شما د قسمت شاروال بودن یا یک امروز معین نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ شدین، بکګراوند شما چی بود که مثلا شما را مشرتابه ها و کلانا خواستن که بیارن در این سمت؟ چی توانایی و ظرفیت بوده در وجودتان؟ دا که دل ایسی مشرتابه پا تاکونو که خپل لزوم دید بلری آقوی تا دا ملگرو استعدادون معلوم سی مرد هم دا نورو ملگرو پا توگه بندی، یعنی تیر شل کلون عملا پا مبارزه که و او بیلا بیل مسئولیتونو مکردی نو خیلی عالی که دل ایسی هم دل عمل و سلام حسیب جان عزیز. سلام خوب هستم. بازم خوش هستم که حسیب عزیز را یک پسر بسیار عزیز و مهربان است با خود دیدم. بسیار تشکر حسیب جان عزیز که شیری بسیار مزدار که همیشه میاری. از شما تشکر، خوش آمده. چای هم فکر میگنم که چای زعفرانی است. چای زعفران این دفعه دوم است فرایی صاحب که ما در ترکش از چای زعفرانی نشو جان میکنیم و فرایی صاحب هم بسیار خوششانس هستن که از چای زعفرانی انشالله استفاده کنین. بدن دون دردیام فکر میکنم کم خوب هستم. خواسب جان عزیز بسیار تشکر، کدام گفتنی اگر داشته باشی کدام صحبت داشته باشی یعنی خاصی نیست. خوش آمدید ترکش رستوران، میزبان همیشه گیتم. فرمان شما زنده باشین، وقتتون بخیر. فرایس بفرمایید از کیک شیری بگیرین. شیر میگم که کمک به می دندانام فایده داره، میتونه مفید باشه، میتونین استفاده بکنین. یکم چای وقتتون دورتر موندن من امیر نزدیکتون میکنم. جناب فرایی صاحب عزیز میتونیم که نوشو جان بکنیم. همچنان یک موضوع دیگه است که به خدا قسم فرایی صاحب تقریبا در امی 20 سال که ما در دوره جمهوریت بودیم یا کار کردیم یا تجربه داشتیم تخصص داشتیم، به خدا قسم اگه به ما یک نفر زنگ زده باشه یا پیام مانده باشه گفته باشه که بارگزه یا فلانی این معین شدین، وزیر شدین، یک زنگ بین رئیس شدین، خیلی خوش شانس هستین آقای فرایی. نه وظیفه دا مسئولیت دی، دا یو درون بار دی چې د یو چا په روژه باندې ورکول کیږي، او شرعي خبره ده چې کوم چا خپل مطالبه کول د یو کار هغه ته بیا مشران نه ورکوي. نو دا هم د الله تعالی یو ازمایش او امتحان دی، په دې باندې به سړی نه خوشحاله کیږي او دا به خپل استعداد وړتیا نه بولي. خو استعداد ضرورت نیسته، هدف دا دی یعنی یو سړی به خپل په استعداد باندې یو کار نه غواړي. یعنی په اسلام کې وظیفه غوښتل دا باید یو سړی په خپله خوله باندې ونه غواړي، بیا داسې یو غټ مسؤلیت، یو غټه وظیفه چې څه چې هغه مشرتابه لازمه وګڼل. حدیث شریف کې راځي که کوم څوک مسؤلیت غواړي په غوښتلو باندې هغه سره بیا مرسته او ملګرتیا نه وي، او که چیرې د امیر د خوا څه ورکول کیږي بېله د ده غوښتنو بیا د الله تعالی مرسته ورسره وي. هم یک لقب ماندن به مو نفرای سابق فراری، نامشان فراری ماندن. ما فراری صاحب اونا یک گله داشتن، همیشه میگفتن اگه ما کمپاین تبلیغاتی میکنیم، اگه ما پیسه مصرف میکنیم در کنار یک رهبر سیاسی هستیم، یک وقت باید بر ما چوکی داده شود، مقام داده شد. اگر برشان داده نمیشد باز دست به سلام میشدن، جنگ میکردن، دعا میکردن، سرصدا و بیابی و سویشان کل جای میگرفت.
آقای فرایی، اگه به شما چاکی داده نمیشد، مثلا در خانه میماندین، 20 سال هم جهاد کردین، کار میکردین، سرصدا نمیکردین، چیز نمیکردین، شکایت نمیداشتین؟ پا مجموع که در اسلامی مهرد چه چون را مسئولین دی، آقای قربانی چه ور کردی، جهاد کردی، در چوکی و در منصب در پاره ندی کردی. ما اولان دیم با ویلده ایمانی و اسلامی وجیبه و پریزه و نو دا مش خپل مسئولیت گرنی. دا که چوکی وی کنوی جهاد پر مش بندی پرز و مش کوی در چوکی در پاره چانه دی کردی. بگینن خواهی نوشجان کنین آقای فرایی که چایتون سرد نشه، یک بار مزیش بچشین بفرمان بگیرین. شما بیننده این برنامه هستین و همچنان ما در ترکیش فامیلی رستوران حضور داریم، منزل چهارم مجید مال در قسمت گلخانه میتونیم بیاین حضور داشته باشین و پذیرای بسیار خوب میکنن از شما کسایی که در اینجا هستن. و همچنان فراموشم نشه که در قسمت گلخانه بعد از این شما فامیل های محترم میتونین که محافلتان را، سالگره هایتان را، مراسم بسیار خوبتان را، یک تعداد در وزارتخانه ها موین صاحب اگر محافل میتونین داشته باشین، جای ندارین میتونین بین در منزل چهارم حضور پیدا بکنین. آقای فرایی، شما گفتین که تا صنف ششم درس خواندین و بعد از او مدرسه رفتین، اما امروز موین شدین. یک گپ بسیار جالب نیست یک کسی که تا صنف شش درس خوانده و بعد از او مدرسه و بیای و موین شوه یک بار؟ درس یعنی مکتب شونزی تر شپږم سیمپ پر ویلی بیا خونو نور شرعی درسونه په مدرسه کې ملوستلی دي. دا د تعجب وړ خبره نه ده. دنیا کې دا پیش راځي که تاسو وګورئ ځینې هیوادونو کې وزیر اعظم یې هغه موچی وي. داسې هیوادونه شته یا نور کدام یکی از همی کشورها کدام اوس یې نوم راڅی دی غالبا پاراګوای و که داسې یو ملک و ما ته یادیږي چې د هغه هیواد وزیر اعظم یو موچی و څپلی یې ګنډلې او داسې وخت بیا راغی چې هغه د هیواد وزیر اعظم اما مهاجر وخته که اگر وزیرشان نخست وزیرا موچی باشه یا یک سواد و تحصیل نداشته باشه باز همی کارها یک کمه که با مشکل پیش نمیره، سختی، مشکلات، چالش ها و خرابی ها پیدا نمیشه؟ در قضاوت پر لدون کو باندی وی و چه چوک چه دول کار که کمو رو تاسو و گروز مرو تاسو پا هیواد که مخ که در کابل پا اداره که دیر دست خلق و چه تعلیم یکرده و او په غټو نمرو باندې پاریخسی و خو بیا هم دومره فساد و اداره نامنظمه و او د دې څه ښکاري چې یعنی تعهد و تخصص او همدا ډول مسلکیتوب اداره چلول ټول دا شیان غواړي یوازې او یوازې تخصص کفایت نه کوي. هر کله چې یو څوک خپل د هیواد و د دین و ملي منافعو ته وفادار پاتې سو بیا هغه کولی سي چې کار خدمت وکوي. ما فکر کنم که امی میمان ما یکمه که شرمشان میاد که در مقابل کامرا بگیرن چای نوش جان کنن. نه از لج مریض یم شفا بود یعنی هیچ استفاده نمی کنیم؟ استفاده نکنم. خیلی متاسفانه که از این کیک هم استفاده کرده نمیدونم. با امید از این خوب شوی آقای فرایی عزیز. یک وقفه کوتاه را بیننده باشین، بسیار سریع خدمت شما برمیگردیم. ما در ترکیش فامیلی رستوران منزل چهارم در قسمت گلخانه هستیم و میتونیم شما بیننده این برنامه باشین. وقفه کوتاه را بیننده باشین، دوباره خدمت شما برمیگردیم. ممنون از شما که حضور دارین. آقای آیت الله مهاجر فرایی معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ با ما در برنامه هستند و صحبت‌هایشان را می داشته باشیم و تشکر از همراهی شما که تا به اکنون بیننده هستین و حضور دارین. آقای فرایی، کمی بیان در مورد وضعیت رسانه‌ها صحبت بکنیم. پس از تحولی که به نوعی شکل گرفت یا به وجود آمد، متاسفانه یک تعداد از رسانه‌ها سقوط کردند یا بیشتر خبرنگارا از افغانستان بیرون رفتند. آیا
در نزد شما ایتی اگر قام وجود داره که به چه تعداد رسانه ها فعالیت میکنند، همچنان هم رسانه های داخلی و خارجی و به چه تعداد خبرنگار فعلا حضور دارند؟ هم دا اوس دریس و شل پشاوخوا که رسانه په هیواد کې فعالیت لري، تلویزیونونه، چاپی رسنۍ، صوتی رسنۍ، ریډیوګانې. او دا چې کېدلای شي ځینې رسنۍ د هیواد څخه وتلې وي او تللې وي، هغه ځان ته خپل عوامل لري. ځینې داسې وي چې د یو مشخصو کړیو سره تړلې رسنۍ وي، ځینې سفارتونو سره تړلې وي، یا ځینې اشخاصو تمویلولې. نو کله چې اشغالګر د هیواد څخه ووتل، هغوی خپل مرستې او تمویل ورباندې بند کړ. نو لامل یې دا کېدلی شي. همدا ډول دلته په هیواد کې ځینې اشخاص وپېژندل شوي چې هغوی شخصي تمویلولې، چې کله چې هغوی د هیواد څخه بهر ولاړل، نو هغه رسنۍ بند یې فنډ بند کړ. اما آقای فرایق، موضوع است که خب همې رسانه هم که فعالیت میکنن نیاز به یک بودجه و پول دارن که یک تعداد آمیشان باشه، پشتیبانشان باشه و به اینا را حمایت بکنن. به تنهایی خود من فکر نکنم که بتانن مثلا کار رسانه‌ای را انجام بدن. الله اگه کسی نباشه اینا را حمایت بکنه، پس چه رقم مشکلات اقتصادی خود حل بسازن؟ نه، دا رسنۍ باید د بی‌طرفۍ اصل په پام کې ولري. اگر رسنۍ چې یو نیم بندې شوي دي، هغه د داسې خلکو سره تړلي وي چې هغوی مشخص اهداف تعقیبول. اوس دوی د هیواد څخه وتلي دي، تللي دي، نور اهمیت نه ورته لري. دا زموږ ګناه نه ده، دا د اسلامي امارت ګناه نه ده چې ولې رسنۍ، یعنې هغه بېطرفه رسنۍ چې د چا سره نه وي تړلي، خپل د اعلاناتو د لارې یا د نورو لارو څخه یې عواید درلوده، اگه واسم دلتا فعالیت که موجود دیدی. اما یک موضوعی هست که من فکر بکنم یک تعداد از رسانه شما خبر دارین، میبینین با مسئولین رسانه هنوز هم فعالیت میکنن، با مشکلات زیاد روبرو هستن. آقای فرایی، یکانه مشکل بسیار کلانشون مشکل اقتصادی هست. دا منو اقتصادی ستونزی و مشکلات است. یعنی یواز د رسنوی د پاره نه، بلکې زموږ نظام هم د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، زموږ ولس او زموږ ملت هم ورسره مخامخ دی. تاسو خبر یا زموږ شتمنی کنګل شوې ده د هیواد څخه د باندې. بیا هم اطلاعات فرهنګ وزارت تر خپله وسه پورې هڅه کړې چې د رسنوی سره مرسته وکړي. موږ د مالی وزارت سره یعنی مجلسونه مو کړی دي، د دې لپاره چې هغه رسنۍ قرضدار دي، پوروړي دي د تیر څه یا د جوازونو په اړه باندې یا نور داسې یو موضوعات وي، هغه موږ مرسته ورسره کوو. مالی وزارت هم زموږ سره وعدې کړي چې دوی کولای شي چې د رسنیو سره مرسته وکړي. این کمکتان شاید ادامه پیدا بکنه یا به وجود بیاد. آقای فرایم، تا همی لحظه که من کت شما گپ میزنم، زیاد خبرنگار همی حالا فرار میکنن، هنوز هم به دنبال از ایستن که ایمیل کنن به کشورهای بیرونی، پیام میگذارن که ما را نجات بدین، بیرون کنین از افغانستان. تعدادی هم که در افغانستان هستن و تعدادی هم که در بیرون از افغانستان هستن. جلو ای وضعیت باید چه قسم گرفته شد از دید شما؟ زین خلق ده هیواد سوزی اغازان تخپل عوامل لری. ډېری پلوی لاس د ځان دپاره کیسونه جوړوي، د دې دپاره چې د باندې ومنل شي، پناه ورکول شي. دا په مجموع کې یو ستونزه ده. هغه څوک چې د هیواد سره مینه لري، خپل هیواد و دین ته وفادار وي، هغه باید دلته پاتې شي په هیواد کې په سختو حالاتو کې. موږ ستونزې او مشکلات منو چې په مجموع کې اقتصادي ستونزې راغلي، خو اسلامي امارت د یو نظام په حیث باندې دا خپل دنده او مسؤلیت ګڼي چې هیوادوالو ته کار او روزګار پیدا شي. همدا ډول د فرهنګ وزارت تر حده پورې دا کوشش کوي تر څو پورې خبرنگارانو حمایت او مرسته او کمک وکړي. یعنی امکان داره که این روند بیرون شدن از خبرنگارا کم شود؟ هو، موږ امید لرو. نظام ډېرې هڅې کوي، کوشش کوي، بېلابېلې ادارې د دې لپاره چې دلته یعنی کار پیدا شي، روزګار پیدا شي. او هغه خبرنګاران چې ځینې
زنی خلق تم ویلا ولی عرسانی تم ویلا ولی نو ده د هغوی مسؤلیت دی چې باید دا خلک بیروزګار نه وای پریږدي. با امید از اینکه هم مشکلات رسانه ها و هم مشکلات خبرنگاران حل بشه، چون شما یکی از عامیهای بسیار کلان حمایت از خبرنگارا و ما خبرنگارا و رسانه ها هستین، همین که اینجا آمدین و حضور دارین و دعوت ما را قبول کردین، همین خودش یک حمایت بسیار کلان میباشه آقای فرایی. خب حالا کم اگر بخوایم از جهاد صحبت بکنیم، از دوره هایی که شما جهاد کردین و حضور داشتین، من کتاب را روبروی میبینم آقای فرایی، میشه در مورد از او کتاب بگوین که کتاب چی است و نویسندهش کی است و در مورد چی است؟ هو کله چې کتابم بگیرم پیش خط امریکایانو پر هیواد باندې یرغل وکړ، په ګڼ شمیر کې افغانانو مجاهدینو د هغوی په خلاف باندې عملی مبارزه پیل کړه. تیر شل کلونه فکر کوم په معاصر تاریخ کې یو ډیره ناانډوله جګړه وه، یو خوا د افغانستان مظلوم او بیچاره ملت او بل خوا د نړۍ په پرمختللو وسلو باندې سنبال پوز و امریکا و ناټو و نیمه نړۍ وه. نو دا یوه ډیره سخته مبارزه وه او دلته اشغالګرو ډیر داسې مظالم وکړل، بمبارونه یې وکړل، خلک یې شکنجه کړل، په زرګونو په لکونو انسانان یې شهیدان کړل، زندانونو ته یې واچول. موږ هم په دې بهیر کې وو، په دې کاروان کې وو. دا کتاب د جهادي خاطرو په نامه دی. هغه تیر شل کلونو چې څه شیان موږ لیدلي دي، عملا ورسره مخامخ شوي یو، دا شی ما په دې کتاب کې لیکلي دي. خودتان نوشته کړی؟ هو. این هم بر ما حتما تحفه آوردین آقای فرایی. بسیار تشکر. انشالله مطالعهش میکنیم ببینیم که در 20 سال جهادی که وجود داشته چی خاطرات تلخ و شیرین میتونه وجود داشته باشه. بسیار تشکر آقای فرایی. آقای فرایی، شما در یکی از صحبتهایتان گفتین که بسیار زیاد خفه هستین که در دوران جهاد چرا زنده ماندین و به معینیت رسیدین. از چی خفه هستین؟ میشه میره کم واضح تر بگوین؟ نه، هدف دا و چې کله چې مجاهدینو د یرغلګرو په وړاندې جهاد کاوه، یعنی دا یوه اسلامي مسله ده، شرعي مسله ده چې د مسلمان دپاره تر ټولو هغه ټاپ یا وروستی هدف هغه شهادت دی. نو شهادت ډیر غټ مقام لري. ډیری ملګري داسې وه چې هغوی جهاد کاوه د اشغالګرو په خلاف باندې، یعنی یوازې او یوازې د شهادت په تمو په امید باندې جهاد کاوه. تشکر آقای فرایی. شما بفرمایین چای نوشجان بکنین. ما یک چند تصویر دارم، اگه اجازه شما باشه برتان نشان میتونم آقای فرایی. فقط شما یک لطف اگه بکنین بسیار کوتاه نظریاتتانه و نظریاتی که مطابق به کار شما باشه و یا نظر شخصیتانه بخواین بیان کنین، ما از طریق تصویر میخوایم شما آقای فرایی بیان کنید. یک تصویر دارم از یکی از همکارای ما و خبرنگار بانو است که میشه که در مورد از این تصویر شما نظرتان بگوین آقای فرایی. از مر طولنه یو اسلامی و مسلمان طولنه ده، افغانان خپل عنعنه دود و کلتور لري. په شریعت کې حجاب دا د یو مسلمانې میرمنې دپاره د الله تعالی حکم دی چې دا باید حجاب وکوي. بنان ټول افغانان مسلمانان دي، ټینګ مسلمانان دي او د حجاب حکم عملي کوي. او دا موږ یو محدودیت او پابندی نه بولو، بلکې د الله تعالی یو حکم او یو فریضه یې بولو. یعنی بالای یک زن مسلمان فرض است که باید پر مسلمان شجی باندې فرض دی چې باید حجاب وکړي. حالا د یک مملکت زندگی میکنیم که مثلا نتاقای ما باید ماسک بزنن و بالایشان فرض است از دید شما و در شریعت هم حکم است، اما وقتی که یکی از میمانهای امارت اسلامی خانم انا ربانی با گفته یکی از میمانای ما که مویای خودم به مثل خانم نغمه و یک آغاز خان باز مانده باشه و با این وضعیت به یک خانم مسلمان هم است، در این مورد چی گفتنی دارید؟
تاسو پوهیږئ په ډیپلوماسۍ کې د یو هیواد څخه چې بل هیواد ته کوم پلاوی او هیئت ورځي هغه کې کوربه هیواد محدودیت نشي لګولی. دوی په رسمي سفر باندې افغانستان ته راغلي وه، اخلاقي مسؤلیت یې دا و چې دغه هیواد ته اصولو ته په درناوي باندې باید راسي په یو پرده او په حجاب کې. یعنی از کار شما ناراض شده؟ دا ډیپلوماتیکي اصول دي، یعنی طبعا یو هیئت ته یو هیواد بل هیواد ته ځي، پر هیئت باندې کوربه هیواد بندیز نشي لګولی. یعنی اگر یک آیت بیای و سروازشان هر رقمه که باشه و کشور میزبان محدودیت برشان وز نمی کنند. دا بین المللی و دا دیپلماسی، یعنی دا اصول دی. خب، آقای فرایی، نمی فهم که در زمانی که در جهاد بودین یا قبل تر از او موسیقی میشنیدین، علاقه داشتین به موسیقی و یک تعداد تصویر است از آلات موسیقی است که در 20 سال گذشته یک تعداد از هنرمندایی که در افغانستان وجود داشتن اینا استفاده میکردن. نظر شما در مورد موسیقی و یا آلات موسیقی چی است؟ په داسې مسائلو کې شخصي نظرونو ته یعنی اعتبار نسته. موږ باید خپل دین ته مراجعه وکړو، فقه حنفي ته مراجعه وکړو، قرآن و حدیث ته مراجعه وکړو، چې دا بیا خپله د علماو او د هغه فن کې چې کوم ماهرین دي د هغوی نظر وي. نو بنان په اسلام کې د موسیقي باره کې کتابونه لیکل شوي دي، او موږ هر هغه څه کوو چې اسلام موږ ته د کولو حکم کړی دی، او اسلام چې کوم شیان منع کړي دي هغه باندې موږ عمل کوو. یک تعداد از خبرنگارا و شما که عامی خبرنگارا هستین فعلا در کشور همسایه حضور دارن و بیشتر وقت این گونه پلاکارت ها را و این گونه مظاهره ها را برام اندازن و از کشورهای مختلف میخوان که اینا را زود انتقال بدن. این خبرنگارای شماست آقای فرایی، شما که حامیشان هستین، پیام شما بر از اینا چی است؟ ما میخوایم که امی پیام را شما به زبان انگلیسی بگوین، چرا که کشورهایی هم که امی خبرنگارا را میپذیرن کشورهای خارجی هستند. من حیث موین بیاین صحبت بکنید که امنیت بر خبرنگارا در افغانستان چگونه است؟ When Islamic Emirate conquest the country, Amir al-Mu'minin announced forgiveness to all those who were in the last government. And every Afghan can live here in Afghanistan without any problem. So there is no any security problem and other problem to journalist, to other Afghan, maybe the elder, they were here in Afghanistan, so they can come to their country, they can live peacefully here. There is no any problem. We request from all our countrymen to come here, to live here in country, and give hand, stand shoulder by shoulder to develop our country, to make our country. This is our policy, and this is our. تشکر. نام خدا چقدر مقبول انگلیسی گفت میزنید فرایی صاحب. تشکر از پیام گذاشتین، به امید از اینکه این دوستا هم نهادا بینن. تصویر آخر نشانتان میتونم آقای فرایی، خیلی کوتاه اگه نظرتان رو بگین. این جوان رو شناسیم؟ نه، that's one. این یکی از خبرنگارای است که در رادیوی محلی در قندهار متاسفانه روز قبل خودکشی کرده. خبرنگار شماست، بازم میگم حامی و پشتیبانشان هستین. خودکشی جوان را شما به خاطر چی میبینین و چرا تا کار ازید شما شده باشه و پیام شما چی است؟ دست پیش معمولا پنری که رامنزده کیجی زنی خلق زن و جن کهی ده دی خپل بیلا بیلا عوامل وی زنی وقت دستی ده انسان باندی ستونزی و ده مشکلات سر مخامخ سی، ځینې وخت عصبي توازن یې نه وي برابر. د یو مسلمان په حیث باندې ابدا دا جواز نه لري چې یو سړی ځان ووژني.
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایي که څوک ځان وژني نو د ده سزا به په آخرت کې دا وي چې هلته به ژوندی کېږي او په هغه شي باندې به ځان وژني چې څومره مشکلات او ستونزې پر یو چا باندې راځي اسلام ده ته هیڅکله اجازه نه ورکوي موږ متاسف یو یعنی واقعا د زړه له کومې څه پر داسې ځوانانو باندې چې هغه خپل دنیاوي ژوند یې هم خرابېږي او آخرت کې هم تشکر متاسفانه در همې مدت یک تعداد خبرنگارای ما که بیکار شدن دست فروشی هم کردن و با مشکلات بسیار زیاد میفهم خبر دارین آقای فرایک روبرو شدن یک وقفه کوتاه را بیننده باشین این سری خدمت شما برمیگردیم بازم تاکید میگونم که ما در مجید مال منزل چهارم ترکیش فامیلی رستوران در قسمت گلخانه هستیم میتونین حضور پیدا بکنین و مهمان باشین وقفه کوتاه حوصله‌مندی و حضورتان ممنون از اینکه بیننده هستین و مهمان بسیار خوب ما آقای آیت الله مهاجر فرایی معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ با ما هستند خواستیم یکم بحثا و گفته های خودمانی و دوستانه و رفیقانه کتشان داشته باشیم از یک قسمتی از زندگیشان که پنهان بوده خواستیم بفهمیم صحبت بکنیم امیدوار هستیم شما بیننده هایی که سوال روان کرده بودین پاسخ سوالاتتان گرفته باشیم آقای فرایب بازم تشکر هزی که هستین و حضور دارین و حوصله‌مندی کردین بیاین در مورد امی وضع یک تعداد تحریم ها و یا تمهیدات که بالای رسانه ها جاری شده صحبت بکنید به نظر شما رسانه ها در افغانستان باید چی کنن؟ به طور مثال اگه بگویم که موسیقی پخش کردن ممنوع شده فیلم ها ممنوع شده نشر فیلم ها نشر سریال ها ممنوع شده حالا اینا چی باید بکنن؟ مثلا یک برنامه تفریح بر خانواده ها و فامیل ها از دید شما به نهیس ما این نشرات چی باید باشن؟ زین شیان آقا تمور محدودیت نسو ویلی انسان دا پیدایش تا چا بیتر مرگ پوری یعنی پا هر طولن و هر جامعه که چی وسیجی آقا باندیزین محدودیتون وی بله د یو مسلمان په حیث باندې موږ او تاسو ځینې مکلفیتونه لرو چې هغه د الله تعالی له لورې په موږ او تاسو باندې وي چې دې ته موږ محدودیت نسو ویلی رالو دې ته چې رسنۍ موږ په زلونو باندې ویلي دي رسنۍ بلکې هر هغه څوک چې دلته زموږ په هیواد کې اوسیږي فعالیت کوي هغه که په نظام کې وي هغه که رعایت وي که ولس وي دوه درې شیان دي چې دا باید موږ ټوله ومنو لومړی اسلامي ارزښتونه ملي منافع زموږ افغاني دود او فرهنګ کلتور یعنې په دې درو شیانو کې دننه هر څوک کولای شي چې دلته په هیواد کې فعالیت وکړي رسنۍ همدا ډول دي فکر نمی کنین آقای فرایی که نشر یک تعداد از خوب او فیلم ها و سریال در گذشته از دید شما مشکل داشته یا خلاف شریعت اسلام بود البته از دید شما مشکلات خدا داشتن یک تعداد سریال های اسلامی هم بود آقای فرایی که من نمیخوایم نام ببرم یک تعداد سریال های تاریخی هم بود یک تعداد سریال های بود که جهادی هم بود سریال هم نشرش متوقف شده کسی اجازه نداره در رسانه خود نشر کنه دیده پر که دلیسی زینی گامون واقستل سی هم داوز زینی مستنداتی موجی لرو دی اشغال دی زمانی ظلمون چی دی یا نور دا سی شیان دی آقا هم داوز هم نشریجی یعنی موج پا ملی تلویزون که دا شیان نشریجی او کولای سو چې د دې د پاره ځین شیان هغه شیان چې زموږ د ټولنې د غوښتنو سره زموږ د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي د هغو د پاره یو لاره وي او وکولای سي ټول لوري ټول تلویزیونونه وکولای سي هغه شیان نشر کړي یک خبر در رسانه پخش شد آقای فرایی که دختر خانم ها در حین دادن امتحان کنکورشان از انتخاب رشته ژورنالیسم منع شدند به نظر شما چرا تو یک کار شد؟
زه په دې اړه باندې پوره معلومات نه لرم، څرنګه چې دا د عالي تحصیلاتو وزارت سره یا د معارف سره یو اړونده موضوع ده. دې باره کې زه څه نسم ویلی او ما د لومړي ځل دپاره دا خبره ستاسو څخه واورېدل. خیلی خوب، متاسفانه همتون یک موضوع هم شد و یک تعدادی از خانم ها و دختر خانم هایی که رفتن امتحان کنکور باید بتن اجازه برشان داده نشده و یا همی رشته ژورنالیسم برشان حذف گردیده. یک چند سوال بسیار کوتاه دارم از شما آقای فرایی که بسیار کوتاه میخوایم پاسخش داشته باشین. سوال کوتاه و جواب کوتاه. تا همی زمانی که من که از شما گپ میزنم، بهترین اتفاق زندگی شما یا بهترین حادثه خوب زندگی شما چی بوده؟ زمور همدا بهترین خاطره و دا اوست پاره چی شل کلون اشغال و الله تعالی یو ځل بیا افغانان د ازادۍ په نعمت باندې ونازول او نیمه نړۍ چې دلته راغلی و زموږ د هویت و د هیواد د اسلامي ارزښتونو د تاریخ د بدنامولو دپاره اوس عملا موږ آزاد هیواد لرو او بشپړ امنیت لرو. دا ښه خاطره ده، یوازې زما دپاره نه بلکې د میلیونونو افغانانو دپاره دا یو خاطره ده. یک گپ یادم نره که ما در قسمت اول میخواستم ایرستان پرسان کنم، آقای فرایی گفتین که زمانی که بر شما خبر دادن که معین شدین یا شاروال شدین اوقدر زیاد خوش نشدین و راضی هم نبودین، چی گپ بود؟ چرا علاقه نشان ندادین یا راضی نشده بودین یا خوش نبودین از اون موضوع؟ ما وړاندیم وویل چې مسئولیت یو منصب او مقام په اسلام کې دا امتیاز نه دی، یعنی دا یو مسئولیت دی امتیاز نه دی. طبعا چې هر څومره د یو چا مسئولیت لوړیږي هغه څوکۍ او منصب یې لوړیږي مسئولیتونه ورته راجع کیږي. نو همدا لامل دی چې زموږ ډیری ملګري یعنی والیان وي حتی وزیران وي هغوی خپله دا کوشش کوي پیشنهاد کوي چې زه دا نه غواړم چې دا کار وکړم. بیشتر از چی چیزی خفه میشین آقای فرایی؟ چی زیاد آزارتان میده؟ ولا تر طول و آزار رسون که از مرد هیوادوال و وضعیت تی پزنگری توگ بندی آقا فقر بی وزلی ده او کل چی ده هیوادوال و پاده بندی او رو چی ده هیواد سوتلی بیا پلی روسیمو که پس مندرونو که پنور زایو که مرکیجی دا زمر د پاره زما خپل د پاره تر ټولو زورون کې دا خب خیلی کوتاه تعریف خود شما از آزادی چی است؟ آزادی داسې یو چوکاټ دی چې الله تعالی چې انسان ته کوم اختیارات ورکړي دي د هغو اختیاراتو څخه فایده واخی او دا فطرتن د انسان د پاره تر ټولو بهترین آزادی هم داده چه الله تعالی و زموج دین و زموج فقه مشترک کرده. رسانه ما آزادی دارن دیگه، میتونن آزاد صحبت کنن، برنامه داشته باشن و خبرها رو نشر کنن، محدودیت برشان نیست؟ نه، ما هیچ کلا در رسانه بندی سانسور ندهی لگوالی او نه دا غوارو چه در زموج پا گچه بندی تبلیغاتو که یعنی حقایق دی ووی اگه سه چه پا هیواد که روان دی رسانه یو پل دی د ملت او د دولت ترمنځ د دولت پیغام باید ملت ته ورسول سي او د ملت او د خلکو ستونزې او مشکلات باید نظام ته ورسول سي. خو تشکر آقای فرایی، با وجود از اینکه ساعتتون هم خوب نیست آمدین دعوت ما رو پذیرفتین، میفهم که چای هم قدر زیاد استفاده نکردین، از کیک شیری هم نگرفتین، حتما گوش نخوشودین دیگه، غذا هم نخوردین نیمه شب هم از دیگه. دوست داریم برای شما غذا بریم بیاریم نوش جان کنین؟ نه تاس کولای سی دودی و خوری مرش سلام. خیر، من میرم به مهمان بسیار خوب ما آقای مهاجر فرایی غذا میارم از قسمت بوفه.
کم تشکر از حوصله‌مندیتان. در قسمت بوفه ترکیش فامیلی رستوران هستیم و قسمت پرسرک شما مشاهده کردین گلخانه هست و همچنان شما میتونید محافل خوشیتان را بیاین در اینجا برگزار بکنید. با تعداد بالاتر از 400 نفر میتونه گنجایش داشته باشن. همکارم آسیب جان هستن و غذا را آماده ساختن. من از پیشان میگیرم و این غذا را میبرم بر مهمان ما. تشکر قیاسی و عزیز، سلامت باشین. شما بیننده برنامه تا آخر باشین. تشکر. رفته بودیم در قسمت بوفه بودیم. بسیار تشکر آقای فرایی که حوصله کردین و ماندین. ما غذای آقای فرایی را از قسمت بوفه آوردم و میتونن که نوشجان کنن. اگرچی گفتن به ما که صحتشون هم چندان خوب نیست، اما با امید از اینکه استفاده بکنن و نوشجان کنن، ما به جایتان یک کم استفاده میکنم. آقای فرایی انشالله بخیر. بعد از برنامه باز همو غذایی را که آقای فرایی علاقه دارن و دوست دارن برشون آماده میکنم. قابلی بسیار مزدار. قابلی را دوست دارین آقای فرایی؟ طبعا افغانی خوراکون دست خوراکون ای چه زمر هیوادوال و سر علاقه لری. خب قابلی و مشهور خوراک دی چه هم یار انسان آقای فرایی دوست داره، غذا را زیاد دوست داره، خوش داره که مثلا یک اونجایی که میمان میشه یا پیش ما این میمان آمدین همون غذا را زیاد نوشجان کنند. امی غذای مورد علاقه شما چیست آقای فرایی؟ بانجان چی؟ بانجان سیاه؟ کرات ورسره وی دا زمر دیره خلق دا خوشی چی؟ یکی برانی بانجان است، یکی هم باز این بانجان هم فرایی صاحب میگن که هیچ فایده نداره. یکانه غذایی که میگن زیاد هیچ فایده نداره اون بانجان سیاه است. آشپزی هم کردین کدام دفعه؟ طبعا مر مدرسی که او مدرسی جوان دایست دایی چی اکثر وقت آقا طالب العلمان و زدکون که آقا خپل آشپزی کی و کچو خپل پخیه. خب چی را زیاد خوب پخته کده میتونی؟ فرایی صاحب یک روز بیایم میمانت شاییم، بیایم در دفتر یا وزارت یا به خانه بیایم. در تیر کلون و وقتون و آقا وقتی چه مر سبقون و درسون و ایل او یا پا جهدی چارو بندی ملگری پا مراکز و کیوا طبعا دوی خپله، یعنی آقا آشپزی و کچو دوی خپله کوایی. خب انشالله آقای فرایی از غذا هم استفاده میکنن. آقای فرایی شما امروز آمی و پشتیبان خبرنگارا و رسانه ها در افغانستان هستین. دوست دارین که اولادایتان که کلان شدن، فرزندایتان، اونا هم بیان خبرنگار شون، در رسانه بیان نطاق شون، کارای رسانه ای کنن. ای علاقه را دارین اولادان فعالیت های رسانه ای داشته باشن یا نه؟ نو ده هر چه خپل پا نوشت پوری اڑ لری او اوس پوری خلا ماشومان درسون وای سبقان وای خورد هستن. آقای فرایی مشرانم دی او سبقون هم وای کشرانم ستدا بیا پا دوی پوری اڑ لری چو دوی کم لار انتخاب. خب یعنی مشکل ندارن، آزاد هستن درس وای یا بل کار کی هغه دو دوی خپل انتخاب دی په دوی پورې اړه لري. شکر که این انتخاب خود آزاد هستن دیگه، میتونن کدام مشکل نداره. آقای فرای کدام دفعه رسانه بیرونی رو هم تعقیب کردین؟ برنامه‌شون دیده باشین، رسانه را تعقیب کرده باشین داخلی نه بیرونی؟ خب چون که رسانه یو سر از مش کار وی نو طبعا رسانه تعقیب و از ما شخصی علاقه هم داد از زد چکل دا دول اسکلن نیسته چه دول اسکلن و ما مطبوعات تعقیب اول یعنی بحرانه رسانه اغا وقتا سوشل میڈیا و دا تلویزیونو ندوم را و هم نه خب یا مشت اغا رسانه متعقیب اولی. خب تعقیب کردین و زیاد علاقه من بودین و دوست داشتین. اگه ما اصلا بخوایم که یک چند تا برنامه خوب را که زیاد خوشتان آمده باشه و مورد علاقه تان بوده باشه یاد کنین، در ذهنتان باشه، کدام برنامه بوده که زیاد لذت برده باشین از برنامه؟ اسم داسی دیر می نپایدیر خو آقا در خبرون و برخه چی و مرد پر دیر جالب و وزک در پاکستان د نو پیش اوس معلومات او خبرې دل و نو طبعا موږ کوشش کوی چې هغه خبری برخه یې واورو تعقیب وکړو. خب من فکر میکنم که یک تعداد برنامه های تفریحی هم برای خانم ها، خانواده ها و فامیل های محترم هم نیاز است و ضرورت است که به نوع داشته باشه رسانه ها و فعالیت بکنن و شما هم حامی و پشتیبان برنامه ها برای خانواده و فامیل ها هستین. آقای فرایی شما به جز از منصب معینت و شهرداری ولایت هرات
که حضور داشتین، دیگه در کدام بخشا خود زیاد راحت احساس میکنین که مثلا شاید در فکرتان باشه که ای کاش که به طور مثال من انت یک چوکی میداشتم یا اینی وظیفه را میداشتم در او کار من خوب میبودم؟ هر حق کار چه در مشرتابه در خواهد سمورت را وسپارل سی اگه که هر برخی هر اداروی اگه بی از مورد پار در آرام و اطمینان ورده و خپل ځان آرام پکی احساس شما در استخبارات هم بودین آقای فرایی؟ هو و چطور بود کار در اونجا؟ طبعا اگه در اشغال وقت و مخ که تر فتوحات و ستونزمن کار بود و اگه برخی که مشکار کرده ایده خواه خواه در اخیرم یک گپ در وقت وقفه شما یک دو سه زبان متفاوت کتم گپ زدین آقای فرایی، یک انگلیسی گپ زدین، ما یکی هم فکر کنم ازبکی گپ زدین، چند زبان یاد دارین آقای فرایی؟ دری سلور ژبی پشتو و دری خوزمش ژبی دی، هم در دول انگلیسی و عربی بندیم. خب عربی کاملا بلد هستین؟ تر دیر حد پری. ازبکی چطور؟ آقا دیر کم دیر نمرمونه ایزده. خب در آخر برنامه هستیم آقای فرایی، یک پیام اگر داشته باشین، یک گپ اگر بخواین بگوین به خبرنگارا، به رسانه ها و به مردمی که در افغانستان هستند، چی بوده میدونه؟ طول هیوادوالو تمدا پیغام دهی چی لسون سر ور کردی او پخپل هیواد که د هیواد جوړولو د پاره کار وکړو، نه که افغانان ټول سره متحد سي، هغه که انجینر وي که ډاکټر وي که د مدرسې سره تړاو لرونکي خلک وي، انشاءالله کولی سي چې هیواد آباد کړو. زموږ او ستاسو هیواد طبي منابع لري، زیرمې لري، همدا ډول اوبه لري که موږ او تاسو وتوانیږو چې لاسونه سره ورکو او کار وکړو. انشاءالله امید لرو چې موږ په راتلونکو لسو کلونو کې یو شیرازه هیواد ولرو او اقتصادي ستونزې او مشکلات مو ختم شوي وي. یوازې او یوازې دا د زموږ تر وحدت پورې، زموږ تر پیوستونو اتحاد پورې تړاو لري. یک پیام بسیار کوتاه، فقط 30 ثانیه‌ای، آقای فرایی به کشورهای خارجی به زبان انګلیسي اگه داشته باشین؟ نه غواړو چې پښتو کې بیا ووایم. د افغانستان اسلامي امارت د هیچ چا سره تصادم نه غواړي او د متقابل احترام پر بنسټ باندې اړیکې غواړي. لکه څنګه چې په دوحه کې ویل شوي دي، موږ د هیچ چا په چارو کې مداخله نه کوو. همدا ډول د نورو هیوادونو څخه هم غواړو چې زموږ په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي. خب از برنامه راضي بودین؟ خو تری خوش بودید، لذت بردن یعنی فرای سایی؟ نو برنامه کتابا رازو خبری که ما این دفعه گفتیم که باش که بخواییم تان آقای فرای یکمه که صمیمانه و رفیقانه و دوستانه کتان گپ بزنیم، یکان گپایی که هیچ گفته نشده را او را کتان شریک کنیم. گپای سیاسی و جنجالای سیاسی خواهم روزه وجود داره. بسیار تشکر آقای فرایی، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. استاسو سوم مننه و استاسو در طول و آوریدون کو و اولیدون کو سا. ممنون شما. بسیار زیاد تشکر از همکارای بسیار خوب و عزیزم، هر عزیزی که اینجا بودن و همکاری کردن و بیننده این برنامه شماهایی که بودین، ممنونتان. و همچنان تشکر بسیار زیاد از همکارای بسیار خوب در ترکیش فامیلی رستوران، کسایی که ازایی که فضاوای مکان را بر ما مساعد دیدن و تا اینکه ما بیایم و میزبانی بسیار خوب کردن. شما را هم دعوت میکنم که بیاین به ترکیش فامیلی رستوران واقع شهر نو، منزل 4 مجید مال، در قسمت گلخانه محافل خوشی تانه، محافل رسمی تانه، هر نوع محافل را که دارین، یک فضای بسیار شیک و مقبول دارن، میتونین با خانواده و فامیلایتان تدلیل بکنین. ما و فرایی سایت بریم که نان بخوریم، گشنه شدیم. بر شما یک غذای بسیار خوب و لذیذ را تمنا میکنم، به امید از یک فامیلایتان بسیار غذای مزه‌دار را برتان آماده کرده باشم. ادامه برنامه های تلویزیون آرزو را از همین دریچه بیننده باشیم.